حلال همه مشکلات کشور ما، چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی، پیشرفت دانش بنیان کشور، پیشرفتی که منجر به توسعه اقتصادی دانش بنیان و اقتدار اقتصادی دفاعی کشور باشه، البته حتما بر مبتنی بر عدالت و اخلاق. کارهای خوبی هم انجام شده تا به امروز، هم در حوزه پزشکی، هم حوزه فنی مهندسی، هم حوزه کشاورزی، حوزه علوم انسانی، حوزه آموزش، اشتغال و کارآفرینی و فرهنگی. ساختار سازی های بسیار خوبی شده و فکر می کنم که ما در زمینه ایجاد خودباوری در مردم و اینکه واقعا کشور توان انجام کارهای بزرگ و شاخص رو در این حوزه داره موفق بودیم. امروز هم تو سطحی هستیم که هم به لحاظ علمی کاملا به روز هستیم در حوزه پزشکی. الان دیگه بحث ما بحث ژن درمانی هست، بحث سلول درمانی هست، بحث ویروس درمانی هست. در بحث حوزه های فنی و مهندسی هم به همین شکل، یعنی فناوری هایی که الان تولید کردیم با مطابق با پیشرفته ترین فناوری های روز هستن که حالا به عنوان نمونه اون سیستم رانش واگن های مترو در اون پروژه یک رام قطار 7 واگن ملی مترو که انجام شد، خب مسئولیت طراحی و ساخت سیستم رانش به عهده جهاد بود که های تک ترین و گرانترین بخش واگن های مترو هستن و اون رو با موفقیت انجام دادیم. در دولت جناب آقای رئیسی هم توقعمون این هست که با توجه به شرایط ویژه و از نظر من حاد کشور، باید تمام تمرکز دولت محترم روی ایجاد یک تحول و جهش اقتصادی در کشور باشه مبتنی بر توان ملی. فرض ما بر این میگیریم که حتی تحریم ادامه پیدا میکنه. البته بنده شخصا معتقدم که پیشرفت کشور در شرایط غیر تحریمی باید اتفاق بیفته، میتونه با سرعت بسیار زیادتری انجام بشه، ولی فرض رو هم بذاریم که این تحریم ادامه پیدا میکنه، ولی کشور ما باید یک جهش اقتصادی انجام بده و این کار کاملا شدنی هست. تمرکز ما باید این باشه که در همه حوزه ها حد اکثر از توان ملی کشور استفاده کنیم. اگر این پروژه ها رو در برنامه هفتم مشخص کردیم، چون تمرکز رو باید بذاریم این که برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی یک برنامه‌ای باشه که یک جهش اقتصادی در کشور ایجاد بکنه، پروژه ها رو که مشخص بکنیم باید خیلی سریع مشخص کنیم برای اجرای پروژه ها چه فناوری های مورد نیاز هست. جهاد دانشگاهی در دو موضوع اول میتونه کاملا کمک های بسیار بزرگ به دولت بکنه. یکی در زمینه همین که این پروژه ها چه فناوری های مورد نیاز دارن، با کمک معاونت علمی و یا مؤسسات دیگه مشخص کنیم وضعیت وزارت صنایع، وضعیت کشور به لحاظ فناوری هایی که در اختیارمون هست چگونه هست، چه فناوری هایی رو باید تولید بکنیم، چه فناوری هایی رو خود جهاد دانشگاهی میتونه تولید کنه، چه فناوری هایی رو جهاد دانشگاهی میتونه مدیریت کنه که در کشور تولید بکنه. یعنی ما الان توان این رو داریم که هم فناوری های زیادی رو تولید کنیم، هم مدیریت بکنیم از همه امکانات کشور مثل دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های معمول استفاده کنیم که اون فناوری‌های مورد نیاز تولید بشه، یا اون جایی که بعد انتقال فناوری صورت بگیره این کار مشخص بشه و هم خود ما میتونیم مسئولیت انتقال فناوری به عهده بگیریم و هم مدیریت کنیم دیگران به عهده بگیرن. بنابراین در بحث فناوری جهاد دانشگاهی با توجه به تجربیات بسیار ارزنده ای که داره میتونه مسئولیت های بزرگی رو در کمک به دولت محترم در اجرای برنامه هفتم توسعه به عهده بگیره. شک ندارم اگر زمان داشته باشیم ما اغلب فناوری‌های مورد نیاز رو میتونیم تامین کنیم، ولی خب خیلی جا ضروری است که ما این خدمات رو سریع به مردم ارائه بکنیم. اونجا دولت باید این هوشمندی رو به خرج بده، چون همه کشورهایی که این راه رو درست رفتن و پیشرفت کردن این هوشمندی رو به خرج دادن. باید تحریم و هزینه‌های تحریم مدیریت بشه. اگر به هر حال نتونیم تحریم رو به شکل مناسبی برداریم، حتما باید هزینه های تحریم رو مدیریت کنیم. بنا نیست که تحریم اصلا به عنوان یک
بگیم یک چیز خوبی همینطور دراز مدت ادامه داشته باشه. تحریم باید در مدت کوتاهی انجام باشه، یعنی ادامه پیدا کنه. ما در اون مدت کوتاه سعی کنیم با این مدیریت و برنامه ریزی که انجام میدیم به اغلب پیشرفت‌های فناورانه مورد نیازمون برای اون حوزه اولویت دارمون برسیم که اونوری ها متوجه بشن که تحریم واقعا اثری نخواهد داشت و ما با دست پر در مذاکرات حاضر بشیم. بنابراین مدیریت این کار بسیار بسیار ضروری است. قبل از اینکه رئیس جهاد دانشگاهی در سال 85 رئیس جهاد دانشگاه بشم، واقعا به این باور رسیده بودیم که ما میتونیم حتی در مجموعه مثل جهاد دانشگاهی علم و صنعت یه چیزی مثل زیمنس درست بکنیم. و البته خب بهترش این بود، یعنی برنامه‌ریزی که بعداً بنده مسئولیت جهاد رو به عهده گرفتم این بود که ما در حوزه برق و کنترل و الکترونیک و الکترومکانیک که حالا مجموعه مثل زیمنس، مجموعه مثل ای بی بی در این حوزه دارن فعالیت میکنن، ما میتونیم پایگذاری یک برندی رو مثل زیمنس انجام بدیم. یه اشکال دیگه هم که ما در کشور داریم این نداشتن آزمایشگاه های مرجع هست. یعنی هر چقدر من اثبات بکنم که خودم آزمایشگاه دارم که این تست ها رو انجام میدم، معمولا تست های کنترل کیفیت رو شرکت های ثالث یا مؤسسات شخص ثالثی انجام میدن که بی‌طرفی اونها اثبات شده باشه. باز اعلام آمادگی میکنیم که میتونیم مدیریت بحث تولید آبشیرین کنها در داخل رو، مدیریت انتقال فناوریشون رو به عهده بگیریم، ولی خب این ماموریت باید واگذار بشه به ما. در این حال باز ما خودمون علاقمند هستیم که پیگیری کنیم، منتظر هستیم که دولت جدید تشکیل بشه، وزیر نیروی جدید مشخص بشه و این مذاکره رو با اونها ادامه بدیم، به ویژه همکاری با مجموعه هایی که دارن این خطوط انتقال آب رو انجام میدن. ما هر جا پیشرفت کردیم در مقابل ما مدیری بوده که مثل ما فکر میکرده و فهم درستی از توان ایرانی و ضرورت استفاده از توان ایرانی رو احساس میکرده و اومده این ریسک معقول رو انجام داده. یعنی مدیران اومدن این ریسک معقول رو انجام دادن، از مجموعه مثل جهاد دانشگاهی یا مجموعه مشابه حمایت کردن، مجموعه هایی که البته توان انجام این کارها رو دارن و در نهایت هم موفق شدیم. مدیران چون ما به هر حال هنوز نتونستیم یک کار سیستمی در کشور بکنیم، برنامه های دراز مدتی رو تدوین بکنیم که بر اساس اون فناوری های مورد نیاز رو بتونیم تولید بکنیم، بنابراین کشور بیشتر مدیر بیس هست و متکی به مدیر. مدیران بسیار مهم هستند در استفاده از توان داخل و توسعه علمی و فناورانه داخل. لذا توصیه هست که دولت آینده دارای مدیرانی باشه که اولا خودباور باشن، کارآمد باشن و کاربلد باشن. خودباوری و کارآمدیشون رو عمدتاً از انجام کارهای موفق علمی و فناورانه در عرصه عمل به دست آورده باشن. این مدیران در کشور فراوانن، باید فقط شناسایی بشن که آدمای مریض، شیطون و کسایی که خودباور نیستن یا اعتمادی به توان ملی ندارن راحت نتونن مدیر رو با 4 تا اطلاعات غلط به بیراهه بکشونن و سریع بفرستن سراغ خرید خارجی. چون ما اگر مدیری خودباور و کارآمد باشه میدونه که چجوری باید از ساخت داخل حمایت کنه. از ساخت داخل هم باید درست حمایت بشه. اگر غلط هم از ساخت داخل حمایت بشه نتیجه نمیگیریم.